باز کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من علیسه هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. امروز یه مهمون ویژه دارم، دوست عزیز و گرامی من لیدی ای هم امروز اینجاست. سلام به همگی. امروز اومدیم با یه ریاکت توپ، تو کامنت ها واسه من نوشته بودید، از عبدالمجید حمیدوف با آهنگ زیبای مادر. دمتون گرم که میاین ویدیو رو میبینید، کامنت میذارید، لایک میکنید، انرژی مثبتی که به من میدید. ممنون از این همه لطف و محبتی که به من دارید. آخر تمام ویدیوها یادتون باشه یه پلیلیست میاد از تمام ریاکت ها، دو تا ویدیو دیگه هم بهتون معرفی میشه که اگه دوست داشتید اونا رو هم ببینید، با دوستاتون به اشتراک بذارید برای حمایت از من. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بدون معطلی میریم که با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بریم؟ بریم. برو بریم پس. خود موزیک واقعا زیباست، یعنی یه موزیک لایتیه که اینجور موزیک ها خیلی به دل میشین و دلنشینه. قبول دارم، واقعا دوست داشتنیه، موزیکش که خیلی قشنگه. حالا بریم ببینیم که خود محتوی هرچی هستش، احتمالا چون راجع به مادر هستش باید خیلی قشنگ باشه. بریم ادامه. در این دنیا کی به رحمی و به مهریست، اون یادش یگانه مهربانه من، توی مادر. در این دنیا کی به رحمی و به مهریست، اون یادش یگانه مهربانه من، توی مادر. واقعا توی این دنیایی که انقدر بیرحمیه، تنها کسی که میشه بهش اعتماد کردش و اون مهر و محبت رو ازش گرفتش به غیر از مادر فکر نکنم کسی دیگه باشه. اصلا کسی دیگه نیست. بقیه مثلا یه جوره شاید یه خوره حالا فیلم توش باشن، به اصطلاح بازی کنن، ولی مادر همیشه مخلصانه اون چیزی که هستش رو در اختیار میذاره. بریم ادامه. مهربانی من چقدر خود موزیک آره به صدا و اون چیزی که حس خواننده هنرمند هستش رو میتونه با هم دیگه مچ کنه و به خیلی راحت اون چیزی که دلش میخواد رو بیان کنه. به نظر من خیلی صدا و موزیک با هم دیگه مچ هستن. کلا وقتی که من این موزیک رو گوش میدم خودم میتونم با موزیک ارتباط برقرار کنی. نه مثل لالایی میمونه دیگه، نه لالایی مادرانه. سرودی اولینی من، سرودی آخرینی من، جاودانی من، توی مادر. سرودی اولی
بودی آخرین من، سرودی جاودانی من، توی مادر توی مادر. در این دنیا کی برهنی و به مهریست اون یادش یگانه، مهربانی من توی مادر توی مادر. در این دنیا کی برهنی و به مهریست اون یادش یگانه، مهربانی من توی مادر توی مادر یگانه. احساس میکنم یه غمی انگار تو صدا هستش. حالا من امیدوارم که به اصطلاح مادر این هنرمند عزیز هنوز در قید حیات باشه، ولی انگار که اینجوری نیستش، چون من احساس میکنم که یه سوز عجیبی تو صداش هستش، یه غم عجیبی تو صداش هستش. حالا یا در قید حیات نیست یا اینکه از مادرش دوره، این هم میتونه باشه. خیلی هستن از مادرشون دورن و خیلی غم تو سینه‌شون هست. من خودم چند تا از دوستای خیلی خوبم که احتمالا این ویدیو رو هم خواهند دید، مادراشون به رحمت خدا رفته و همینجا جا داره که برای تمام مادرایی که دیگه بینمون نیستن و به رحمت خدا رفتند، آرزوی آرامش، واقعا آرامش ابدی داریم برای همشون. روحشون شاد و یادشون گرامی. بریم ادامه ویدیو. مهربانی من توی مادر توی مادر، دلم نمیاد که بخوام استوپش کنم و بخوام بینش صحبت کنم. خیلی دلنشین صدای مخملی زیبای خواننده، متنی که داره اینجا گفته میشه، خود متن موزیک که داره اینجا به صدا هنرمند میخونه انقدر قشنگ و با معنی و دلنشین هستش، میگم یهو محو ویدیو میشم، یادم میره که اصلا ریاکت برم روی ویدیو. خیلی باحاله و این واسه من خیلی جذاب و دوست داشتنیه. امیدوارم که شما از ویدیو خوشتون اومده باشه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. این دنیا کی برهمی و به مهریست اون یادش یگانه، مهربانی من توی مادر توی مادر یگانه، مهربانی من توی مادر توی مادر. مادرم جان
موزیک ویدیو اینقدر زیبا بود، عین لالایی بودش. یعنی من خودم شخصا نه که حال خوابم بگیره نه، ولی یه آرامش خاصی به هم داد. خیلی حالم خوب شد. خیلی آهنگ خوبی بودش، روزم رو ساختش. دمتون گرم که یه همچین موزیک ویدیو رو معرفی کردید. نظر شما چیه لیدی؟ دقت کردید که ماها میتونیم از همه آدما یه ناراحتی به دل بگیریم، ولی از مادر هیچ وقت تو نمیتونی حتی یک ذره ناراحتی داشته باشی، حتی اگه دعوت کنه کتکت بزنه همیشه مادرته. دقیقا، فدای همه مادرای گل، مادر خودم، دوستتون داریم، عاشقتونیم، فرشته های روی زمین، مادر خودش، فرشته های روی زمین، بهشت زیر پای مادر است. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. آخر تمام ویدیوها یه پلیلیست میاد، دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میشه. برای حمایت از من ممنون میشم که ویدیوها رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی، ممنون، ممنون، ممنون. لایک و کامنت و سابسکرایب. بچه ها خودشون میدونن که لایک و اصلا اینا یه چیزیه که یعنی به محض اینکه ویدیو میادش همینجوری فقط لایک و کامنت و انرژی مثبتی که به سمت من بچه ها میفرستن. دمتون گرم، دوستتون داریم، تا ویدیوی بعدی، پیس.